همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، ابتدا اجازه بدیم بپردازیم به واکنش جمهوری اسلامی. سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به والستریت جورنال گفته ایران در این عملیات نقشی نداشته. برآورد شما از این واکنش چه هست؟ ببینید، فارغ از اینکه ایران دستور مستقیم داده باشه یا اینکه بعداً نهادهای اطلاعاتی آمریکا برداشت و ارزیابیشون بر اساس شواهدشون چی باشه، خیلی تغییری در روایت موجود نمی‌کنه، که به هر حال تمام این نیروهای منطقه به نوعی بازوهای ایران به حساب میان و مسئول کردن ایران، مسئول نگه داشتن ایران حداقل برای افکار عمومی آمریکا در آستانه انتخابات یک راهیه که رقبای آقای بایدن ازش استفاده خواهند کرد برای منکوب کردن آقای بایدن. روی زمین هم اینکه چقدر ایران کنترل داشته باشه روی این نیروها یا نه، باز باعث نمیشه که تقصیر و مسئولیت از روی جمهوری اسلامی برداشته بشه. و به هر حال میدونیم که خیلی از این گروه‌ها در هماهنگی با ایران هستن و اگر مخالفتی باشه قاعدتاً به نوع ایران ابزارهایی برای کنترل کردنشون داره. بنابراین این حرفا بیشتر به نظر میاد صحبت‌های دیپلماتیک هست برای رد کردن مسئولیتی که در نهایت با توجه به هزینه‌ها و حضور جمهوری اسلامی در منطقه روی دوش جمهوری اسلامی خواهد بود و در نهایت گریبان ایران رو دیر یا زود به شیوه های مختلف ممکنه بگیره. و فکر میکنم تغییر معناداری داشته باشه یا نظر کارشناسان و نظامیان آمریکایی رو بخواد تغییر بده. خانم پزشک، فکر میکنید که واکنش آمریکا به کشته شدن سه نیروی نظامی این کشور چه باشه؟ به موقعیت آقای بایدن اشاره کردید. به نظر میرسه که آقای بایدن در شرایط دشواری قرار داره که نه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و نه انفعال و مماشات در مقابل جمهوری اسلامی به سودش است. ببینید، من فکر میکنم حداقل در این روزها بعیده که خیلی تنش‌ها رو بخواد بالاتر ببره، با توجه به این که خب میدونیم در پاریس هم دارن تلاش‌هایی صورت میگیره که جنگ غزه شاید به یک توقفی برسه و یک آتش‌بسی دست پیدا بکنن. ممکنه که اگر اونجا آتش‌بس شکل بگیره بخشی از این تنش‌ها کنترل بشه. و از طرف دیگه همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، انتخابات پیش روی آقای بایدن هست، چیزی که نگران کننده است و فکر میکنم ممکنه که یه مقدار سوء محاسبه ایجاد بکنه. این هست که در تهران ممکنه مقامات فکر بکنن به دلیل انتخابات آقای بایدن شاید عملکرد نظامی نداشته باشه یا از درگیری گسترده نظامی بخواد پرهیز بکنه. ولی هرچی به انتخابات نزدیکتر بشیم و شرایط دو قطبی تر بشه، و میدونیم که آقای بایدن وضعیت چندان خوبی الان در نظر سنجی ها نداره، حمله نظامی به ایران حالا چه محدود باشه چه کمی گسترده تر باشه و قرار باشه هر نوع درگیری نظامی صورت بگیره، ممکنه که برای آقای بایدن در آستانه انتخابات اتفاقا یک کارت برنده باشه و این اون جایی هستش که شاید کار رو سخت‌تر بکنه برای جمهوری اسلامی و تنش‌ها رو از اینی که هست بالاتر ببره. چیزی که ریسک هست و آقای بایدن داره سعی می‌کنه ازش جلوگیری بکنه اینه که می‌دونن اگر وارد درگیری در خاورمیانه بشن، احتمال اینکه این درگیری گسترده تر از اون چیزی که میخوان خودشون پیش ببرن بشه هست و اونها میخوان از این تا جایی که میتونن جلوگیری بکنن، به دلیل اینکه از نظر استراتژیک روسیه و چین هدفهای مهمتری هست از نظر استراتژیک برای آمریکا و درگیری در خاورمیانه و بودن نیروها در خاورمیانه باعث میشه که توجه آمریکا به چین و روسیه کمتر بشه. کما اینکه میبینین الان دیگه عملا روسیه از اخبار حذف شده، پنتاگون دیگه خیلی کمک‌های مالی برای جنگ اوکراین نمی‌کنه و همینطور یه مقدار در مورد چین هم ناچارن که برای کنترل کردن ایران و حوثی‌ها با چین شروع بکنن همکاری کردن. این دورتر از اون استراتژی آمریکا هست و فکر می‌کنم این کار رو برای آقای بایدن دشوار می‌کنه. ولی توی همچین شرایطی من فکر می‌کنم انقدر هم ذینفعان متفاوتی هستن و متغیرهای متفاوتی وجود داره که احتمال سوء محاسبه واسه طرفین خیلی زیاده. همینطوری که امروز بعد از مدت‌ها نیروهای آمریکایی در به طور مستقیم نیروهای آمریکایی کشته شدن و این به هر حال تبعات خواهد داشت. سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما.